نگاه کن که غم درون دیدم چگونه قطره قطره آب می شود، چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن، تمام هستیم خراب می شود، شراره ای مرا به کام می کشد، مرا به اوج می برد، مرا به دام می کشد. نگاه کن، تمام آسمان من پر از شهاب می شود. تو آمدی ز دورها و دورها، ز سرزمین عطرها و نورها، نشانده ای مرا کنون به زورقی، ز آجها، ز ابرها، بلورها. مرا ببر امید دلنواز من، ببر به شهر شعرها و شورها. به راه پر ستاره می کشانیم، فراتر از ستاره می نشانیم. نگاه کن، من از ستاره سوختم، لبا لب از ستارگان تب شدم، چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل، ستاره چین برکه های شب شدم. چه دور بود پیش از این زمین ما، به این کبود غرفه های آسمان. کنون به گوش من دوباره میرسد صدای تو، صدای بال برفی فرشتگان. نگاه کن که من کجا رسیدم، به کهکشان، به بیکران، به جاودان. کنون که آمدیم تا به اوجها، مرا بشوی با شراب موجها، مرا بپیچ در حریر بوست، مرا بخواه در شبان دیر پا. مرا دگر رها مکن، مرا از این ستاره ها جدا مکن. نگاه کن که موم شب به راه ما چگونه قطره قطره آب می شود. صراحی سیاه دیدگان من به لای لای گرم تو، لبا لب از شراب خواب می شود. به روی گاهواره های شعر من نگاه کن، تو می دمی و آفتاب می شود. درود بر شنوندگان عزیز و گرانمایه. صدای ما را از رادیو کوآپ ونکوور بر روی موج اف ام ردیف 100.5 میشنوید. من سارا جلالی در 23 برنامه آرام جان تا ساعت 10 صبح در خدمت شما هستم تا در ادامه 3 برنامه گذشته در مورد فروغ فرخزاد، این فخر زمان و نابغه شعر و ادب معاصر، از زبان دکتر مهدی مشکینی بشنویم. همچنین آقای امیر میرآبادی، مدیر بخش موسیقی برنامه آرام جان، قطعاتی از موسیقی دانان ایرانی را انتخاب کردند که در طول برنامه برایتان پخش خواهد شد. با ما باشید. در این چهارمین جلسه از صحبتم درباره فروغ فرخزاد شعرش، قبل از صحبت درباره کتاب ایمان بیاوریم به آغاز فصل سر و در ادامه گفتگو درباره کتاب تولدی دیگر، قسمت کوچکی از مصاحبه ای رو که زنده یاد دکتر غلام حسین ساعدی عزیز و سیروس طاهباز با فروغ داشتن نقل میخوام بکنم. وقتی صحبت از شعر ای مرز پرگوهر میشه، فروغ در قسمتی از پاسخش میگه ما داریم به ماه میرویم. البته ما که نه، دیگران. من در شعر مرز پرگوهر، این خود یک اجتماع است، اجتماعی که اگر نمیتواند حرفهای جدیش را با فریاد بگوید، لااقل با شوخی و مسخرگی که هنوز میتواند بگوید. در این شعر من با یک مشت مسائل خشن، گندیده و احمقانه طرف بودم. تمام شعرها که نباید بوی عطر بدهند. بگذارید بعضی ها آنقدر غیر شاعرانه باشند که نتوان آن را در نامه نوشت و به معشوق فرستاد. به من چه؟ بگویید از کنار این شعر که رد می شوند دماغشان را بگیرند. این شعر زبان خودش را و شکل خودش را دارد. من نمی توانم وقتی از کوچه حرف بزنم که پر از بوی ادرار است، لیست عطرها را جلویم بگذارم و معدل ترترینشان را انتخاب کنم برای توصیف این بو. این حقه بازیست، حقه ایست که اول آدم به خودش میزند، بعد هم به دیگران. به تکه هایی از این شعر بلند اجتماعی و طنز بلندش گوش کنیم. فاتح شدم،
خود را به صبر رساندم، خود را به نامی در یک شناسنامه مزین کردم و هستیم با یک شماره مشخص شد. پس زنده باد 678 صادر از بخش 5 ساکن تهران. از فرط شادمانی رفتم کنار پنجره با اشتیاق 678 بار هوا را که از غبار پهن و بوی خاک روبه و ادرار منقبض شده بود درون سینه فرو دادم و زیر 678 تقاضای کار نوشتم فروغ فرخزاد. موهبتی زیستن آری در دادگاه شیخ ابو دلقک کمانچه کشف فوری و شیخ ایدل تنبک تبار تنوری، شهر ستارگان گران وزن ساق و باسن و پستان و پشت جلد و هنر، گهواره مؤلفان فلسفه. ای بابا به من چه ولش کن، مهد مسابقات المپیک هوش، آه جایی که دست به هر دستگاه نقلیه تصویر و صوت میزنی از آن بوق نبوق نابغه تازه سال می آید و برگزیدگان فکری ملت وقتی که در کلاس عقاب حضور بیابند هر یک به روی سینه 678 کباب پز برقی و بر دو دست 678 ساعت نابزر ردیف کردند و می دانند که ناتوانی از خواص تهی کیسه بودن است نه نادانی.
فاتح شدم. بله فاتح شدم. اکنون به شادمانی این فتح در پای آینه با افتخار 678 شمع نسیه می افروزم و می پرم به روی تاقچه تا با اجازه چند کلامی در باره فواید قانونی حیات به عرض حضورتان برسانم و اولین کلنگ ساختمان رفیع زندگیم را همراه با تنین کفزدنی پشور بر فرق خیش بکوبم. من زنده ام بله، مانند زنده رود. من زنده ام بله، مانند زنده رود که یک روز زنده بود و از تمام آنچه که در حساب مردم زنده است بهره خواهم بود. من در میان توده سازندهی قدم به عرصه هستی نهادم که گرچه نان ندارد اما به جای آن میدان دید باز وسیع دارد که مرزهای فعلی جغرافیایش از جانب شمال به میدان پرتراوت سبز تیر و از جنوب به میدان باستانی اعدام و در مناطق پر ازدحام به میدان توپخانه رسیده است و در پناه آسمان درخشان و امنیتش از صبح تا غروب 678 قوی قوی هیکل گکی به افتخار 678 فرشته، آن هم فرشته از خاک و گل سرشته، به تبلیغ طرح‌های سکون و سکوت مشغولند. فاتح شدم. پس زنده باد 678 صادر از بخش 5 ساگن تهران که در پناه پشتکار و اراده به آنچنان مقام رفیعی رسیده است که در چارچوب پنجره‌ای در ارتفاع 678 متری سطح زمین قرار گرفته است و افتخار این را دارد که میتواند از همان دریچه، نه از راه پلکان، خود را دیوان وار به دامان مهربان مام وطن سرنگون کند. و آخرین وصیتش این است که در ازای 678 سکه حضرت استاد ابراهام صحبا مسیحی به قافیه کشک در رسای حیاتش رقم زد. در مصاحبه با میم آزاد در قسمتی از مصاحبه فروغ در مرز 30 سالگی با فروتنی کامل کار خود رو به نقد کشیده و در همون جا اظهار کرده که من از کتاب تولد دیگر ماه هاست که جدا شدم. بذاری قسمتی از این مصاحبه رو بخونم. من 30 ساله هستم و سن 30 سالگی برای زن سن کمال است. به هر حال یک جور کمال، اما محتوای شعر من 30 ساله نیست، جوانتر است. این بزرگترین عیب است در کتاب من. باید با آگاهی و شعور زندگی کرد. من مغشوش بودم، تربیت فکری از روی یک اصول صحیح نداشتم، همینطور پراکنده خواندم و تکه تکه زندگی کردم و نتیجهش این است که دیر بیدار شدم، اگر بشود اسم این حرفا را بیداری گذاشت. من همیشه به آخرین شعرم بیشتر از هر شعر دیگرم اعتقاد پیدا میکنم. دوره این اعتقاد هم خیلی کوتاه است، بعد زده میشوم و همه چیز به نظرم ساده لوحانه میآید. من از کتاب تولدی دیگر ماه هاست که جدا شدم. با وجود این فکر میکنم از آخرین قسمت شعر تولد دیگر
می شود شروع کرد. یک جور شروع فکری. مسئله زبان خودش حل میشه و زبان وزن را می آورد. اصل قضیه فکر است و محتوا است. من حس می کنم که از پری غمگینی که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبین می نوازد و می میرد و باز به دنیا می آید، می توانم آغازی بسازم. و آخرین کتابش، کتاب ایمان بیاورین و آغاز فصل سردش، نتیجه این خویشتن‌شناسی و شناسایی محیط و اجتماع و از فردیت به جمعیت پرداختن فروغه. کتاب ایمان بیاورین به آغاز فصل سرد. حالم رو خراب کرده.
شد دل من بسته آن، تو شد دل من بسته آن، زلف چو زنجیر یاری، زلف چو زنجیر یاری، زلف چو زنجیر یاری، زلف چو زنجیر یاری. باز قبل از این که به اشعار کتاب ایمان بیاوریم با آغاز فصل سر بپردازم، دوست دارم به قسمتی از نامه ای رو که فروغ از ایتالیا به ابراهیم گلستان نوشته بخونم. میگه من تهران خودمان را دوست دارم، هر چه میخواهد باشد، هر چه میخواهد باشد باشد، من دوستش دارم و فقط در آنجاست که وجودم هدفی برای زندگی کردن پیدا میکند. آن آفتاب لخت کننده و آن غروب‌های سنگین و آن کوچه‌های خاکی و آن مردم بدبخت مخلوق بدجنس فاسد را دوست دارم. فروغ حتی در ایتالیا به فکر گل‌های آفتابگردانش و رشد اونهاست و سفارشش رو به گل‌ها رو به گلستان میکنه. و اگه در شعر سمبولیک دلم برای باغچه میسوزد، چنان از ته دل رنج میبره که میگه کسی به فکر گلها نیست، کسی به فکر ماهی ها نیست و کسی نمیخواهد باور کنه که باغچه دارد میمیره، جای تعجب نیست. گفتم شعر سمبولیک، اشاره کوتاهی بکنم به اونچه به جمله پرژن گاردن، باغ یا باغچه ایرانی در تمام دنیا مثل گلبه ایرانی و قاله ایرانی شهرت داره. در حقیقت اصل لغت پردیس یعنی بهشت به زبان و زمان مادها و هخامنشیان برمیگرده و این یه لغت اوستاییه که در اوستا دیزا نوشته و تلفظ می شده. بعدا یونانیان اونو از زبان فارسی باستان گرفته و به تدریج از زبان یونانی به لاتین و بعدا آلمانی و فرانسوی و انگلیسی و زبانهای دیگه راه یافته. ایرانیان باستان به جای بهشت نسیه فردا، بهشت نقد امروز رو روی رو با باغچه هاشون روی زمین خاکی می آفریدن. به هر حال فروغ و صمیمی و حساس، فروغی که پس از تولد دیگر از فردیت و خودی به جمعیت و اجتماع خود پرداخته، در شعر دلم برای باغچه می سوزد، باغچه سمبل فلات ایران رو در حال زوال می بینه و با انتقاد از پدر نوعی، از مادر نوعی، از برادر خواهر نوعی، یعنی با انتقاد از نسل خرافاتی گذشته و نسل بیتفاوت نسل جوان، خوشسالی و ویرانی آینده باغچه رو پیشبینی میکنه. گرچه در آخر شعر خوشبینانه اعلام میکنه که من فکر میکنم باغچه را میشود به بیمارستان برد. بذارید این شعر رو تمام و کامل بخونم. کسی به فکر گلها نیست، کسی به فکر ماهی ها نیست، کسی نمیخواهد باور کند که باغچه دارد میمیرد، که قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده است، که ذهن باغچه دارد آرام آرام از خاطرات سبز تهی میشود و حس باغچه انگار چیزی مجرد است که در انزوای باغچه پوسیده است. حیات خانه ما تنهاست، حیات خانه ما در انتظار بارش یک ابر ناشناس خمیازه می کشد و حوض خانه ما خالی است. ستاره های کوچک بی تجربه از ارتفاع درختان به خاک می افتند و از میان پنجره های پرید رنگ خانه ماهی ها شبها صدای سرفه می آید. حیات خانه ما تنهاست. پدر می گوید
از من گذشته است، از من گذشته است، من بار خود را بردم و کار خود را کردم. و در اتاقش از صبح تا غروب یا شاهنامه میخواند یا ناسخ التواریخ. پدر به مادر میگوید لعنت به هرچه ماهی و هرچه مرغ، وقتی که من بمیرم دیگر چه فرق میکند که باغچه باشد یا نباشد. برای من حقوق تقاعد کافی است. مادر تمام زندگیش سجاده ایست گسترده در آستان وحشت دوزخ. مادر همیشه در ته هر چیزی دنبال جای معصیتی میگردد و فکر میکند که باغچه را کفر یک گیاه آلوده کرده است. مادر تمام روز دعا میخواند. مادر گناهکار طبیعی است و فوت میکند به تمام گلها و فوت میکند به تمام ماهیها و فوت میکند به خودش. مادر در انتظار ظهور است و بخششی که ناظر خواهد شد. برادرم به باغچه میگوید قبرستان. برادرم به اختشاش علفها میخندد و از جنازه ماهیها که زیر پوست بیمار آب به زردهای فاسد تبدیل میشوند شماره برمیدارد. برادرم به فلسفه معتاد است. برادرم شفای باغچه را در انهدام باغچه میداند. او مست میکند و موش میزند به در و دیوار و سعی میکند که بگوید بسیار دردمند و خسته و مایوس است. او ناامیدیش را هم مثل شناسنامه و تقویم و دستمال و فندک و خودکارش همراه خود به کوچه و بازار میبرد و ناامیدیش انقدر کوچک است که هر شب در ازدحام میکده گم میشود. و خواهرم که دوست گلها بود و حرفهای ساده قلبش را وقتی که مادر او را میزد به جمع مهربان و ساکت آنها میبرد و گاه گاه خانواده ماهی ها را به آفتاب و شیرینی مهمان میکرد. او خانهش در آن سوی شهر است. او در میان خانه مصنوعیش با ماهیان قرمز مصنوعیش و در پناه عشق همسر مصنوعیش و زیر شاخهای درختان سیب مصنوعی آوازهای مصنوعی میخواند و بچه های طبیعی میزاید. او هر وقت که به دیدن ما میآید و گوشه های دامنش از فقر باغچه آلوده میشود حمام ادوکلن میگیرد. هر وقت که به دیدن ما میآید آبستن است. او هر وقت که به دیدن ما می آید آبستن است. حیات خانه ما تنهاست. حیات خانه ما تنهاست. تمام روز از پشت در صدای تک تک شدن می آید و منفجر شدن. همسایه های ما همه در خاک باغچه‌شان به جای گل خمپاره و مسلسل می کارند. همسایه های ما همه بر روی حوض‌های کاشیشان سرپوش می‌گذارند و حوض‌های کاشی بیان که خود بخواهند انبارهای مخفی باروتند. و بچه‌های کوچه ما کیف‌های مدرسه‌شان را از بمب‌های کوچک پر کردند. حیات خانه ما گیج است. من از زمانی که قلب خود را گم کرده است می‌ترسم. من از تصور بیهودگی این همه درس و از تجسم بیگانگی این همه صورت می ترسم. من مثل دانش آموزی که درس هندسه‌اش را دیوانه وار دوست می دارد تنها هستم و فکر می کنم که باغچه را می شود به بیمارستان برد. من فکر می کنم و قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده است و
و ذهن باغچه دارد آرام آرام از خاطرات سبز تهی می شود. و ذهن باغچه دارد آرام آرام از خاطرات سبز تهی می شود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، صدا نیستم که بشنوی. یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان.
کشان و من با تو با تو با تو سخن میگویم با تو سخن میگویم با تو سخن میگویم نامت را به من بگو دستت را به من بده حرفت را به من بگو قلبت را به من بده من ریشه های تو را دریافتم با لبانت برای همه لبها سخن گفتم و دستهایت با دستان من خرافات با مبتذل‌ترین فرمش در میان مردم ایتالیا حکومت میکنه. در ایران رفتن خاله خانباجی ها نزد دعانویس و دعا گرفتن برای معالجه امراض صعب العلاج را همیشه مسخره میکردیم، ولی در آنجا من به جوانانی برخوردم که داروی همه دردهایشان را در شب کلاهی که پاپ یک بار دست سرش گذاشته بود و به همین دلیل در نظر آنها متبرک شده بود جستجو می کردن. با این تفاوت که خاله خانباجی ها سواد ندارند و محیط زندگیشان به آنها اجازه نمی دهد که رشد فکری بیشتری بکنند و جوانانی که به شب کلاه متبرک متوسل می شوند اغلب از دانشجویان دانشگاه روم بودند. این انجماد فکر زنان و دختران ایرونه که فروغ رو آزار میده. در شعر عروسک کوکی فروغ گفته میتوان یک عمر زانو زد با سری افکنده در پای زریحی سر، میتوان در گور مجهولی خدا را دید، میتوان با سکه ناچیز ایمان یافت، میتوان در حجرهای مسجدی پوسید چون زیارت نامه خانی پیر، میتوان چون آب در گودال خود خشکید، میتوان همچون عروسک های کوکی بود، با دو چشم شیشه‌ای دنیای خود را دید. ولی این فروغ آزاده نمیتونست یکی از این عروسک‌های کوکی باشه و متاسفانه فناتیکای عهد حجر اون رو بر نمیتافتند. ولی فروغ اهل سکون و سکوت و توقف نبود. در شعری به نام تنها صداست که میماند میگه چرا توقف کنم؟ چرا؟ پرنده ها به جستجوی جانب آبی رفتند، افقم و دیس، افقم و دیس و حرکت فواره بار. و در حدود بینش
سیاره های نورانی می چرخند، زمین در ارتفاع به تکرار می رسد و چاه های هوایی به نقل های رابطه تبدیل می شوند و روز وسعتی است که در مخیله تنگ کرم روزنامه نمی گنجد. چه می تواند باشد مرداب؟ چه می تواند باشد جز جای تخریزی حشرات فساد؟ افکار سردخانه را جنازه های باد کرده رقم می زنند. نامرد در سیاهی فقدان مردیش را پنهان کرده است و سوسک آه. وقتی که سوسک سخن می گوید چرا توقف کنم؟ همکاری حروف سربی بیهوده است. همکاری حروف سربی اندیشه حقیر را نجات نخواهد داد. من از سلاله درختانم. تنفس هوای منده ملولم می کند. پرندهی که مرده بود به من پند داد که پرواز را به خاطر بسپارم. نهایت تمام نیروها پیوستن است. پیوستن به اصل روشن خورشید و ریختن به شعور نور. طبیعی است که آسیاب های بادی می پوسند. چرا توقف کنم؟ من خوشه های نارس گندم را به زیر پستان می گیرم و شیر می دهم. صدا صدا تنها صدا، صدای خواهش شفاف آب به جاری شدن، صدای ریزش نور ستاره بر جدار مادگی خاک، صدای انعقاد نطفه معنی و بسط ذهن مشترک عشق. صدا 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 تنها صداست که میماند. در سرزمین قدکوتهان معیارهای سنجش همیشه بر مدار صفر سفر کردند. چرا توقف کنم؟ من از عناصر چهارگانه اطاعت میکنم و کار تدوین نظام نامه قلبم کار حکومت محلی کوران نیست. مرا به زوزه دراز توحش در عضو جنسی حیوان چکار؟ مرا به حرکت حقیر کرم در خلای گوشت چکار؟ مرا تبار خونی گلها به زیستن متعهد کرده است. تبار خونی گلها میدانی؟ دلم گرفته است، دلم گرفته است. به ایوان می روم و انگشتانم را به پوست کشیده شب می کشم. چراغ‌های رابطه تاریکند. چراغ‌های رابطه تاریکند. کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد. کسی مرا به میهمانی گنجشک‌ها نخواهد برد. پرواز را به خاطر بسپار. پرنده مردنی است. جلسه امروز مصادف با روز جهانی پدر و هفته پدره با خوندن یکی از نامه‌های فروغ به پدرش سرنگ فرخزاد
صحبت امروزم رو تموم میکنم. این نامه فروغ تاریخ نداره و لی در دوران اقامتش در آلمان نوشته شده، وقتی با برادر بزرگش امیر فرخزاد زندگی میکرده. این نکته هم اشاره کنم که همونطور که گوشه های از شخصیت و خصوصیت اخلاقی و اجتماعی مولوی رو میشه در میون بیش از 140 نامه‌ای که از او برای ما مونده و در کتاب مکتوبات جمع آوری شده جستجو کنیم، نامه های فروغ هم گرچه معدود ولی میتونه به شناخت جنبه های از عوالم عاطفی و احساسی و روابط اجتماعی او با خانواده و بقیه اجتماع کمک کنه. تیتر نامه هست نامه به پدر. پاپا جان، خیلی وقت است که برای شما نامه ننوشتم، یعنی دوتا نوشتم و نفرستادم. الان روی میزم دوتا پاکت هست که روی هر دو آدرس شما را نوشتم، اما همیشه فکر کردم که باید نامه ها را عوض کنم و همینطوری روی میزم مانده. نمیدانم برای شما چی میتوانم بنویسم. حالم خوب است، مثل همیشه. آدم هر قدر درویشتر بشود در زندگی راحت تر است. حالا من خودم را عادت دادم که از زندگی توقع زیادی نداشته باشم. همیشه میگویم همینطور که هست باز خوب است. خیلی ها هستن که به قدر من هم خوشبخت نیستن و به این ترتیب کمتر فکر میکنم و بیشتر زندگی میکنم. حال امیر هم بد نیست. ما اغلب روزها همدیگر را میبینیم و مثل همیشه صحبت ما در اطراف تهران، بچه ها، مامان و پاپا دور میزنند و این تنها موضوعی است که ما میتوانیم روزهای بیشماری راجع به آن صحبت کنیم و هیچ وقت خسته نشویم. ما وقتی با هم هستیم هر دو میفهمیم که چقدر این مامان و بابا و این بچه ها را دوست داریم و چقدر دلمان میخواهد که آنها همیشه در زندگی ما وجود داشته باشند و محبت آنها را حس کنیم. من خیال داشتم اول تابستان به ایران برگردم، اما امیر موافق نیست و عقیده دارد که من همینجا پیش او بمانم و با او به ایران برگردم. هنوز فکرهایم را نکردم. دلم برای کامی تنگ شده، اما از طرف دیگر فکر میکنم که هنوز روحیم خوب نیست، هنوز قوی و عادی نیستم. اگر با آنجا برگردم باز آن زندگی جهنمی شروع میشود و من میترسم که نتوانم بعضی چیزها را تحمل کنم. از وضع کار و تحصیل من سوال کرده بودید. شما میدانید که من در زندگی هدفم چیست. شاید یک کمی احمقانه باشد، اما من تنها در اینجاست که احساس رضایت و خوشبختی میکنم. من میخواهم شاعر بزرگی بشوم و شعر را دوست دارم. هیچ وقت غیر از این کاری نداشتم، یعنی از وقتی که خودم را شناختم حس کردم که شعر را دوست دارم. من هر کاری میکنم برای وسعت دادن دامنه فهم و شعور خودم میکنم. من هرگز برای گرفتن دیپلم یا لیسانس درس نمیخوانم، بلکه منظورم این است که با وسعت دادن دامنه معلوماتم بتوانم کار مورد علاقه خودم را که شعر است دنبال کنم و موفق بشوم. من در ظرف 7 ماه که در ایتالیا بودم زبان ایتالیایی را خوب یاد گرفتم. من 2 تا کتاب شعر از زبان ایتالیایی ترجمه کردم و حالا هم به کمک امیر مشغول ترجمه 1 کتاب آلمانی هستم. یکی هم ترجمه کردم و برای چاپ به تهران فرستادم که البته برایم درآمدی هم دارد. من در ظرف این 10 ماهی که در اروپا بودم 1 کتاب شعر هم نوشتم که خیال دارم چاپ کنم. شعر خدای من است، یعنی من تا این حد شعر را دوست دارم. شب و روز من با این فکر می‌گذرد که شعر تازه‌ای، شعر زیبایی بگویم که هیچ کس تا به حال نگفته باشد. آن روز که با خود تنها باشم و به شعر فکر نکنم برایم جزء روزهای بی‌معنی و باطل شمرده می‌شود. شاید شعر نتواند ظاهرا مرا خوشبخت کند، اما من خوشبختی را برای خودم به طرز دیگری معنی می‌کنم. خوشبختی برای من لباس خوب، زندگی خوب یا غذای خوب نیست.
من وقتی خوشبخت هستم که روحم راضیست و شعر روح مرا راضی می کند. در حالی که اگر همه این چیزهای زیبایی را که مردم دیگر به خاطرش حرص می زنند به من بدهند و قدرت شعر گفتن را از من بگیرند، من خودم را خواهم کشت. شما از من یکی بگذارید، شما بگذارید من از نظر دیگران بدبخت و سرگردان باشم، اما من هرگز از زندگیم گله نخواهم کرد. به خدا و به مرگ بچه من شما را زیاد دوست دارم. فکر کردن به شما چشمهای مرا پر از عشق می کند. من گاهی اوقات فکر می کنم و فکر کردن که چرا خدا مرا اینطور آفرید و این شیطان را به اسم شیر در وجود من زنده کرد تا من نتوانم رضایت و محبت شما را جلب کنم. اما تقصیر من نیست. من قدرت قبول و تحمل یک زندگی عادی نظیر زندگی میلیون ها مردم دیگر را در خود نمی بینم. من خیال ازدواج ندارم. من دلم می خواهد در زندگیم ترقی کنم و در اجتماع هم زن برجسته‌ای باشم و گمان نمی کنم شما حرفای مرا نتوانید قبول کنید. برای من نامه بنویسید چون من نامه های شما را دوست دارم. من دلم می خواهد برای شما یک چیز خوب بخرم و بفرستم، اما نمی دانم شما چه چیزی دوست دارید. من یک کمی پول دارم که می خواهم با آن برای اول مرتبه یک هدیه کوچولویی به بابای خوبم بدهم. اما شما باید برای من بنویسید که چه چیز دوست دارید. شما را می بوسم. فروغ فرخزاد.
سپاس از توجه و همراهی شما تا این لحظه از برنامه. قطعات موسیقی که در این برنامه شنیدید به ترتیب عبارتند از تکنوازی ستار مسعود آبادی، بخش پایانی قطعه بند باز علی نقی وزیری با اجرای سنتور علیرضا جواهری و تنبک بهمن رجبی، تصنیف چشم خمار از آلبوم دمی با دوست با صدای طاهره فلاحتی، آهنگ، تنظیم و نوازندگی کمانچه از سعید فرجپوری، سنتور ساینا خالدی، بربط علی سجادی و تنبک هامین هنری، تصنیف درد مشترک به خوانندگی حسین علی شاپور، به آهنگسازی و نوازندگی تار و ستار ایمان انصاری، سنتور، سنتور باس و ویولونسل پوریا فرجی، کمانچه و کمانچالتو شروین مهاجر، عود سیاوش روشن، نی سعید دولتزارعی، تنبک فرهاد سفری، دف شهریار نظری. قطعه طلوع به آهنگسازی و نوازندگی کمانچه از حمیدرضا آفریده از آلبوم سالهای رنگی، بداهه نوازی گیتار گلفام خیام و کلارینت مونا مطبوعریاهی از کنسرت سوئیس این دو هنرمند. به امید هفته ای پر از نشاط و شادمانی برای شما عزیزان، با مهر، بدرود.